مولوی عبدالحکیم حقانی 63 ساله که رهبر هیئت مذاکره کننده طالبان است از ولسوالی میوند کندهار است و از بنیانگذاران گروه طالبان و از نزدیکان ملا محمد عمر بود و در تشکیلات این گروه در بخش‌های چون ریاست دادگاه عالی کار کرده است. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر است. استانکزی 61 ساله که باشنده ولسوالی برکی برک ولایت لوگر است، در بخش نظامی در هند آموزش دیده است و در دوره طالبان در مقام‌های چون معاونیت وزارت‌های خارجه و صحت کار کرده است. ماتیه الحق خالص 59 ساله است و در ولسوالی خوگیانی ننگرهار زاده شده است. وی نیز آموزش‌های دینی دیده است و در مذاکرات طالبان و آمریکا هم حضور داشت. محمد فاضل مظلوم 54 سال دارد و باشنده اصلی ولسوالی چارچینوی اورزگان است. وی که از سال 2002 تا 2014 را در زندان گوانتانامو در بند بود، در دوره طالبان معین وزارت دفاع و رئیس ستاد ارتش این گروه بود. عبدالسلام حنفی 51 ساله است و در ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان به دنیا آمده است. عبدالمنان عمری برادر ملا محمد عمر است و در تشکیلات طالبان ریاست کمیسیون رسیدگی به شکایت ها درباره تلفات غیر نظامیان را دارد. مولوی عبدالکبیر 48 سال دارد و باشنده ولایت بغلان است. وی در دوره طالبان والی ننگرهار بود. عبدالله حنفی مشهور به ملا شیرین آخوند باشنده ولسوالی ژیره کندهار است که زمان مسئولیت تامین امنیت خانه ملا محمد عمر را به دوش داشت. امیرخان متقی از چهره‌های شناخته شده گروه طالبان در چند دهه اخیر است که 50 سال دارد و در ولسوالی نادعلی هلمند به دنیا آمده است. متقی وزیر اطلاعات فرهنگ دوره طالبان بود. نورالله نوری باشنده ولسوالی شاجوی ولایت زابل است و 49 سال دارد. وی که در دوره طالبان والی لغمان بود، 12 سال در گوانتانامو زندانی بود. دین محمد حنیف 57 سال است و در ولسوالی یفتل بدخشان زاده شده است و افزون بر عضویت در هیئت مذاکره کننده طالبان، در دفتر طالبان در قطر مسئولیت روابط این گروه را با کشورهای آسیای میانه به دوش دارد. عبداللطیف منصور در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا به دنیا آمده است و 53 سال دارد. او در دوره طالبان به حیث وزیر زراعت کار کرد. فریدالدین محمود در مرکز پکتیکا به دنیا آمده است و در دارالعلوم حقانی آموزش دیده است و معین علوم بشری اکادمی علوم دوره طالبان بود. ملا خیرالله خیرخواه باشنده ولسوالی ارغستان کندهار است و وزیر امور داخلی طالبان بود. خیرخواه نیز در سال 2002 بازداشت و در گوانتانامو زندانی شد. شهاب‌الدین دلاور در شهر پل‌علم ولایت لوگر زاده شده است و 58 سال است و در دوره طالبان در اسلام آباد و پسانتر هم در عربستان سعودی سفیر بود و اکنون مسئول روابط دفتر طالبان در قطر با طرفهای افغان است. عبدالحق وسیق از ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی است و آموزش‌های دینی دیده است. وسیق هم در حدود 12 سال در گوانتانامو زندانی بود. مولوی محمد قاسم باشنده ولسوالی فیض‌آباد جوزجان است و 49 سال دارد. و آموزش‌های دینی دیده است و در شمال افغانستان در بخش محاکم نظامی برای طالبان کار کرده است. محمد نبی عمری باشنده ولسوالی اسماعیل خیل خوست است و 49 سال دارد. او نیز زندانی پیشین گوانتانامو است و تجربه مذاکرات سال را با آمریکا دارد. محمد سویل شاهین از ولسوالی احمدآبای پکتیا است و افزون بر این که از بخش انگلیسی دانشکده ادبیات دانشگاه کابل فارغ شده است، سند خبرنگاری هم دارد. محمد حنا سقانی جوانترین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان است و تنها 26 سال دارد. حنا سقانی پسر کوچک جلال الدین حقانی است و در پکتیا به دنیا آمده است. وی که رهایی‌اش از زندان در برابر آزادی استادان دانشگاه آمریکایی کابل ماها بس برانگیز بود، افزون بر آموزش‌های دینی به چند زبان و برخی از فناوری‌ها آشناست. دکتر محمد نعیم در ولسوالی چک ولایت میدان وردگ زاده شده است و 46 سال دارد. وی 10 سال می شود که عضو دفتر سیاسی طالبان است و با تازگی همچون سخنگوی این دفتر